الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد. خوشا به حال خیالی که در حرم مانده و هر چه خاطر دارد از آن محل دارد. به یاد چای شیرین کربلایی ها لبم حلاوت اهلا من الاصل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته است خدا، درون قالب شش گوشه یک غزل دارد. بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم، بگو محبت ما ریشه در ازل دارد. غلامتان به من آموخت که در میانه خون، غلامتان به من آموخت در میانه خون که روسیاهی ما نیز راه حل دارد. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوبه برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای آغازین روز هفتمون. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند و همکاران گرامی شما. عرض سلام و ادب دارم و برای همه آرزوی توفیق میکنم. سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. هفته گذشته نکات لطیف سوره مبارکه علم نشرح رو شنیدیم، سوره انشراح رو، و نکات خیلی خوب و کاربردی و راهگشا هم بود. خیلی هم الحمدلله مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. این هفته هم ادامه همون بحث و نگاه دوم رو به این سوره خواهیم شنید. خدمت شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کنم در جلسه گذشته ترجمه اجمالی سوره رو عرض کردیم و یک رویکرد تربیتی که به این سوره هست و نگاه تربیتی که نحوه مواجهه ما رو با مشکلات و ابتلاعاتی که سر راه ما تو این دنیا هست و قهری این راه بخواهیم یا نخواهیم، چون مسیر دیگه تو مسیر به سوی خدای متعال قهرن رنج ها هست، راه مواجهه ما رو با این رنج ها و نتایج مثبت تحمل این رنج ها رو بیان میکرد. این یه روی کرد بود که استنادش با آیه هم تقریبا تمام بود، قابل استناد به ظواهر آیات بود. و اما معنای دیگری که معمول مفسرین به او پرداختن، حالا با کمی به اصطلاح بست، شاید این باشه که عنایت کنید از خود سوره پیداست، از سیاق سوره و مجموع سوره که وجود مقدس نبی اکرم نسبت به یک مأموریت بزرگی که رو دوششون هست و نسبت به آینده های نوعی نگرانی دارن و آینده‌ای که دنیای اسلام با او مواجهه و مأموریت عظیمی که در این مسیر رو دوش حضرت است و باید حضرت انجام بدن، یه نوعی احساس نگرانی دارند. لذا خدای متعال در مقدمه اون تکلیف عظیمی که میخواد رو دوشه ایشون بگذارد که فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، به ایشون یک اطمینان خاطری میدن که گذشته هم همینطور بوده، این بار سنگین شما همینطوری که تا اینجا به مقصد رسیده، آینده هم به مقصد خواهد رسید. همه گویا در نگاه نبی اکرم دشواری های آینده کاملا محسوسه، چون حضرت که میدونید محیط به تاریخ
ما هستند دیگه. بله. یعنی اون سختی هایی که در مسیر راه هدایت امتشون واقع میشه، در مسیر راه اهل بیت واقع میشه، حضرت اون سختی ها رو مشاهده میکنن و نگران این تکلیف عظیمند. خدای متعال میفرماید همینطوری که گذشته شما همراه با سختی های بزرگ بوده و این سختی ها به نتیجه رسیده و این بار بزرگ تا همینجا برداشته شده از رودش شما و به مقصد رسیده، آینده هم همینطور خواهد بود. بنابراین با اعتماد به این گذشته و تکیه به این گذشته، اون بار آینده رو هم با وسعت و فسحت بردارید. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. این اجمال اون چیزی که به نظر میاد از خود سیاق سوره معلومه که این 3-4 تا آیه اول مقدمه، یا 5-6 آیه اول مقدمه اون تکلیفی است که رو دوش حضرت گذاشته میشه و حضرت از رو هم احساس سنگینی و نگرانی دارند. اما قسمت اول سوره اینه که علم نشرح لک صدرک، نسبت به گذشته حضرت هست. و رفعنا لک ذکرک و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. این 4 آیه اول که پیامبر ما آیا به شما شرح صدر عطا نکردیم که عرض کردیم این استفهام و استفهام تقریریه، یعنی قطعا به شما شرح صدر دادیم. بله، ما به شما شرح صدر دادیم و اون بار سنگینی که بر دوش شما سنگینی میکرد از دوش شما برداشتیم و رفعت ذکر به شما دادیم. این 4، این 3 چیزی که خدای متعال میفرماید به شما عطا کردیم، یکی شرح صدر، یکی برداشتن اون بار سنگین از دوش شما و سبک کردن بار شما، و سوم رفعت ذکر. بعد میفرماید فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، قطعا با سختی ها گشایشی است. که حالا این به معنی همراهی باشه یا نمیخواد، شاید ناظر به اینم نباشه، بعضی فهمودن از این فإن مع همراهی استفاده میشه. بله. اما نه، مثل مرحوم علامه طباطبایی نظرشون بر این است که فإن مع نمیخواد بگه همزمان، یعنی در کنار هر سختی یه آسایشی است، ولی اون آسایش گشایش بعد از سختی ها باشه. و إن مع العسر یسرا دوم هم ممکنه که ناظر به یک گشایش دومی باشه، ممکنه از تاکید باشه، خیلی نمیشه به صراحت از آیه این را استفاده کرد. و یا حتی احتمال سومی هم هست که فإن مع العسر یسرا، این اولی ناظر به گشایش اول، إن مع العسر یسرا ناظر به تکلیف بعدی است، که این احتمال خیلی خوبی است. آها، یعنی اون چیزی که در آینده اتفاق میفته. بله، که یعنی همینطوری که در گذشته ها سختی ها همراه با یسر بوده، این تکلیفی هم که بعد میخوایم رو دوش شما بگذاریم که شما نگرانش هستید، درست همراه با سختی های فراوانی است، ولی فإن مع العسر یسرا که حالا عزم میکنم یسری که در ادامه راه حضرت است، ظهور و رجعت دیگه انشاءالله. پس حالا قسمت اول سوره ناظر به این است که یک باری رو دوش حضرت بوده، بار سنگین، و این بار سبک شده، برداشته شده، یا به تعبیر دیگه، به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی، این بار به مقصد رسیده. معنی وزعنا برداشتیم از رو دوشتون، یعنی بار رو به مقصد رسوندیم. بار وقتی به مقصد میرسه از دوش انسان برداشته میشه دیگه، به نتیجه رسیده. خب اون سختی که خدای متعال با شرح صدر برای نبی اکرم آسان کرده، اون سختی چیه؟ اون سختی را همینطور که بیان فرمودن 2 چیز هست. یکی خود تحمل بار نبوت است، که واقعا حقیقت نبوت یک بار سنگینی است که رو دوش وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میاد. بار امامت، نبوت، ولایت، خلافت، اون رسالتی که حضرت دارند، اون بار سنگینی است واقعا رو دوش حضرت، که ملاحظه فرمودید اون مقداریشو که ما بهمون میرسه و میتوانیم تحمل کنیم و باید برداریم، در روایات دیدید فرمود امرنا صعب مستصعب، علم ما، ولایت ما، یا کلامنا صعب مستصعب، انقدر دشوار است که جز انبیاء مرسل و ملائکه مقرب و بندگانی که خدا قلبشون رو امتحان کرده و آمادهشون کرده نمیتونن این بار رو بردارن. اگر اون بهره‌ای که ما میخوایم از علم امام ببریم نیاز به شرح صدر داره، و واقعا علم امام قابل تحمل نیست، مگر کسی ریاضت بکشه، نبی مرسلی بشه، ملک مقربی بشه، عبد ممتحنی بشه. حالا نت کنید، اصل بار نبوت واقعا بسیار بار سنگینی است، برداشتنش کار آسانی نیست. لذا فقط این بار رو دوش نبی اکرم میتونه این نبوت رو برداره. بقیه انبیاء برمیداشتن، اما اون نبوت کلیه‌ای که در واقع ارسلناک کافتا للناس و نسبت به گذشته و آینده ایشون یه مأموریتی دارن،
آخر نبیین میثاقن، اول نبیین میثاقن و آخرهم مبعثا، اولین عهد رو با خدا بستن، آخرین مرحله بعثت ظاهری ایشون مبعوث شدن، یعنی کل جریان نبوت تحت هدایت ایشون هست، برداشتن بار هدایت کل مردم هست. خود این علم برداشتنش، خود این حقایق تحملش دشواری داره. لذا در روایت دیدید گاهی وقتی وحی به حضرت بود، به خصوص اون جایی که جبرئیل در سیمای حقیقی می آمدن، یا نه وحی بدون حجاب بود، اصلا جبرئیلی هم در کار نبود، حال حضرت بسیار سنگین می شد که در روایات تصویر شده سنگینی حال حضرت اون جایی که به خصوص گاهی وحی بدون حجاب بوده، یعنی رسولی هم شاید در کار نبوده، که ظاهر حضرت انقدر حالشون دگرگون می شد که حتی اگه سوار مرکب بودن این مرکب به زمین نزدیک می شد. اینا آثار ظاهریش بود دیگه، اون بار سنگین که یادم است در ظاهرا زیل سوره یا ایها المدثر می دیدم یه موقعی مرحوم شهید مطهری رو تعبیر میکنن به یک انفجار عظیمی که در عالم بالا رخ میده و میخواد تو وجود این پیامبر ظاهر بشه. اون در واقع حقیقت همینه دیگه، میخواد درهایی از غیب الهی گشوده بشه و همه این درها به سوی قلب نبی اکرم باز بشه و بعد همه عالم از اینجا دیگه هدایت بشن دیگه. چه فشاری رو حضرت باید تحمل بکنه؟ بله، بنابراین حالا این همینایی که ما میگیم اون تشبیهایی است که ما میکنیم حقیقت نبوت و اون وحی و اون باری که رو دوش حضرت میاد و سنگینی‌هاش هم برای ما خیلی قابل تصور نیست. هدایت کل عالم میخواد رو دوش ایشون بیاد و این یک بار سنگین خودش. خود این بار سنگین و وزن انکه وزرک، این بار نبوت که حضرت دارن تحمل میکنن چگونه برداشته شد؟ حالا همین، اینو بعد عرض بکنم که این شرح صدر چی بود و برداشته شدن بار چی بود. یه معنای برداشته شدن که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، یعنی ببینید تا اینجا ما این بار رو به مقصد رسوندیم، ببینید دعوتتون جهانگیر شد و نام شما رفعت پیدا کرد، پس تا اینجا کار پیش رفته دیگه. اون موقعی که وجود مقدس نبی اکرم یک تنه در کنار کعبه این دعوت رو شروع کردند و با همه بت‌های عالم مبارزه می‌کردند و با فرهنگ شرک و بت‌پرستی که همه عالم رو گرفته بود مبارزه می‌کردند، چه کسی باور می‌کرد که این یک دهان اینقدر جهانگیر بشود، این یک دعوت، این یک صدا. بنابراین ببینید ما تا اینجا کار شما رو به مقصد رسوندیم. و زن ها یعنی معانی دیگه هم داره که حالا بعد عرض می‌کنم که یعنی در روایات داره به علی علیه السلام، حالا این معنایی که روایاتو بعد می‌خونم توضیح میدم که حضرت وقتی وزیر شدن بار حضرت رو دوش امیرالمومنین رفت سبک شدیم بار. این مضمون روایات، روایاتش هم فریقین نقل کردن و اختصاص به امامیه نداره. حالا روایت بعد عرض میکنم. پس این یک چهره سنگینی بار نبوت است که رو دوش حضرت سنگینی میکرده، حقیقتا هم خیلی بار سنگینی است دیگه. لذا هر کسی نمیتونه پیغمبر بشه، هر کسی نمیتونه پیغمبر اولوالعزم بشه. در بین انبیاء اولوالعزم اون کسی که محور انبیاء اولوالعزم است، کتابش بر همه کتب مهیمن است، دینش بر همه ادیان دیگه مهیمنه، شخص خودش نبی همه انبیا در عالم ارواح بوده و خاتم الانبیا هستند. بله، و عرض کردم نبی همه انبیا بودن. این نبوت خودش برداشتنش بار سنگینی است حقیقتا. و دومین سنگینی که هست این است که این بار فقط این نیست که خود حضرت باری رو بردارن، باید دیگران رو به مقصد برسونن. یعنی ایشون به تعبیر دیگه عهده‌دار شفاعتن و میخوان هدایت الهی رو، توحید و نبوت و اون انواری که به وجود ایشون عطا شده، اون انوار رو برسونن به. پس نبوت و شفاعت این دو بار سنگین. بله، که برقرار، یعنی شفاعت هم این هدایت دیگه. بله. و میدونید این خیلی کار سختی است. حضرت میخوان قلوب مرده رو زنده کنن، همینطوری که مرده زنده کردنی که حضرت عیسی زنده میفرمودن علی نبینا و علی و علیه السلام، یه پرنده رو تو قالب گل خلق میکرد و استخلق من التین که هیئت الطیر، میدمید درش گل پرواز میکرد و تنفخ فیه فتکون و طیرم به اذن الله پرنده میشد و پرواز میکرد. حالا بخوان در جانهای مرده بدمن اینها رو زنده بکنن و پرواز بکنن، نه پروازه پرنده، برن تو عالم ملکوت و بالاتر از عالم ملکوت. ببینید مأموریت حضرت اجمالش اینه که در اول قرآن تو داستانه خلقت هست آدم توضیح داده میشه، اون مأموریتی که همه عالم ملکوت باید پشت سرش قرار بگیرن، تواضع کنن، سجده کنن، فرمانبری بکنن، اون مأموریتی که همه ملک و ملکوت ذیل او قرار میگیره داره وقتی حضرت مبعوث شد و مصومین هم ملائکته که در ادعیه و زیارات دیدید در دعای ندوه من اشاره میکنم، روایات فراوانی داره.
حضرت خدای متعال با نامداران از ملائکه مثل جبرئیل و میکائیل حمایت کرده، اونا رو پشت سر حضرت قرار داده. این کاری که نیازمند این است که صف ملائکه و صفوف ملائکه مقربین پشت سر حضرت قرار بگیرن یه بار ساده نیست. مسئله ایجاد توسعه و نمیدونم رشد اقتصاد اینا نیست، یه مأموریتی رفیع‌تر از این حرف هاست. بحث پر کردن شکم‌ها و رسوندن ارضای شهوات و بست ارضای شهوات در عالم به وسیله و برنامه توسعه نیست. همون هم میدونه رنج‌های فراوان داره و خیلی کمرها زیرش خم شده، ولی رسالت پیامبر که این نیست. او که احتیاج نداره که عالم ملائکه دنبال سر آدم قرار بگیرن. یک مأموریت بسیار عظیمه که رسوندن همه انوار هدایت به قلوب مردم، زنده کردن این قلوب، نورانی کردن این قلوب و سیر دادن این قلوب از همین دنیا تا برزخ و قیامت و بعد قیامت به عهده حضرت. این بار سنگین، خیلی سنگین. بنابراین خیلی دشوارتر از این چیزاییست که ما تصویر میکنیم. که من گاهی اشاره میکردم ما میخواییم یه فرزند خودمونو مثلا نماز خوان کنیم، گاهی انسان خسته میشه. یعنی نمیشه، کار آسونی نیست. حالا پیامبر گرامی اسلام میخوان همه عالم رو موحد کنن، همه قلوب مرده رو حیات درش بدمند، همه موجوداتی که در فضای ظلمتن نورانی بکنن. این سنگینی این بار با توجه به دو چیز، یکی دوستان خسته که همراه نیستن و حاضر نیستن این راه رو برن با حضرت و بارش هم رو دوش حضرته که میفهمن شیبت نیست صورت هود. این یکی هم دشمنان کمر بسته در مقابل حضرت، که یکیش ابلیسه، شیاطین انس و جن، که ابلیس هم میدونید دشمنیش دشمنی ساده نیست، دشمنیش در حد دنیا نیست، نه مأموریت حضرت در این حد، نه دشمنی اونها. کسی که عبادت کرده 6000 سال، دوره کرد نماز 4000 ساله داره، تو عالم ملائکه بوده و معلم ملائکه بوده تا آسمان چهارم رفته، دشمنیاش در حد دشمنی های عالم طبیعت نیست. پس یه دشمن سخت کمر بسته ای که نشسته راه هدایت رو ببنده، لقعدن لهم صراطک المستقیم، درسته؟ و حضرتی که میخوان همه مردم رو به راه هدایت دعوت. حضرت همینجا سجای میرباقری اون عینونی که حضرت امیر میفرمایند به ورع و اجتهادن و عفتن و صداد، منو با تقوا و اینها، احتمالاً به خاطر یک بخشی از این بار رو ما از دوش حضرت برداریم دیگه. یعنی ما لااقل همراه بشیم یعنی بار ما رو که حضرت میکشن، دیدید یه موقع آدم دست کودکو میگیره ببره، این کودک رهواره با آدم راه میاد، یه بار بارش هم رو آدم میندازه دیگه، بعدم میخواد بگیره استراحت کنه بخوابه. حالا مشکل اینجاست، یه موقع بارش رو دوش آدم میندازه، اگه میبری ناراحت نیست، بله. یه موقع بارش رو میندازه، وقتی هم میبره غر میزنه، اذیت میکنه، میخواد بگیره استراحت کنه، شما هم نگه بداره، ناراحت میکنید، مسافرت شما هم میخواد متوقف بکنه. مشکلات هم هست، مشکلات ما اینجوریه با حضرت. ما معمولا هم بارمون حضرت که حاضر شدن بردارن، مشکل ما اینه که ما حاضر نیستیم با حضرت هم بارمون رو بذاریم دوش حضرت بریم. مثلا حاضر نیستیم بریم، نه فرمودین حضرت میخوان ما رو ببرن. ما در روایت دیدید فرمودن این دعا مال طول عمر، اگه میخواد عمرتون طولانی بشه تا عصر ظهور، در کتب عدی هم ذکر کردن، در به اصطلاح به دنبال نمازها تعقیبات اونجا داره که این دعا مضمونش اینه که وجود مقدس نبی اکرم که رسول صادق و مصدق شماست از ناحیه تو خبر داده، که حدیث گویا بیان خدای متعال قدسی است، شما فرموده ای که ما تردد تو فی شیء انا نفاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن، من در هیچ چیزی به اندازه قبض روح بنده مؤمن تردد نمی کنم، تردید نیست و شک نیست، بله. رفت آمده، رفت آمده. بله. چرا؟ چون او سختش بمیره، منم نمیخوام اذیت بشه، یکره الموت و اکرامه، یعنی خدای متعال میخواد ما رو عروج بده، ما سختمون رو عروج کنیم. خدای متعال مجبور مجبور تعبیر غلطی بود، خدای متعال برای اینکه به ما لطف بکنه اینقدر رفت و برگشت میکنه تا ما رو آماده بکنه برای این کار. یعنی از زمین سخته، حالا حضرت میخوان ما رو ببرن، ما هم آماده رفتن نیستیم، میخوایم بمانیم تو این دنیا، چه اتفاقی برای حضرت پیش میاد؟ خب همراهی نمیکنیم، همراهی نکردن ما بار از رو سنگین تر، یکی همراهی نکردن ماست، یکی هم دشمنی های سخت دشمنان رو که کمر بستن نذارن این بار به مقصد برسه. حضرت میخواد ما رو برسونه، ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور و نبی یک و ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوه. شیطان میخواد همه رو جهنمی کنه، حضرت هم میخوان همه رو بهشتی کنه. خب ببینید این بار سنگینی که رو دوش حضرت، واقعا کسی معنی نبوت و رسالت رو خوب تأمل کنه معلوم میشه که خیلی بار دشوار و سنگینی است. و دشمنان حضرت هم عرض کردم در حد این دنیا و حضرت مبارزه نمی کنن، در حد ملک عظیم و کبیر حضرت
ائمه دو تا ملک در قرآن اینجوری یادمه بهشون نسبت داده شده، من دوتاشو میدونم، بیشترش الان در خاطرم نیست. یکی ملک کبیره که در سوره هل اتی آمده، یه بارم در قرآن آمده. یکی هم ملک عظیمه. ملک عظیمو در روایت معنا کرده به این که در مقامی هستن که اطاعتشون واجبه و این خیلی مهمه. فقط اطاعت خدا واجبه دیگه. این ملک و پادشاهی مال خداست که هر چه فرمان داد ما باید اطاعت کنیم. هیچ موجود دیگری فرمانش نافذ نیست. اهل بیت داره یه ملکی ان، خدای متعال بهشون ملکی داده که فرمانشون واجبه. یعنی همون ناب نفسه و جعل ولایتنا ولایته. حالا بزرگان باید معنا کنن، ما رو با خودش یکی کرده، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده. فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. که یه ولایت بیشتر نیست، اگه سه تا ولایت بشه دعوت به شرک دیگه. جعل همش یک ولایت، جعل ولایتنا ولایت، این میشه ملک عظیم. یه کسی در یه مقامی باشه که امرش امر خدا باشد، نهیش نهی، خیلی مقام بالایی است، اصلا قابل تصور نیست. عنایت فرموده. یک ملک کبیر هم دارن که در روایات توضیح داده شده که این ملک کبیر اصلش مال نبی اکرمه که همه عالم ملائکه تحت فرمان ایشونن، بدون اذن ایشون حرکت نمیکنن. در روایت هم داره هر ملکی میاد رو زمین، اول سراغ معصوم میاد، ماموریت خودشو عرضه میکنه، اجازه میگیره میره. وقت فرمود ملک کبیر یعنی این مال دوستان نبی اکرم و اهل بیتشون هم تو بهش هست. همون دوستان نبی اکرم و اهل بیتشون که سوره هل اتی سوره شفاعت دیگه، بله، به شفاعت نبی اکرم و اهل بیت، به شفاعت اهل بیت حضرت، به جایی میرسن که همه ملک کبیر پیدا میکنن. این ملک کبیر رو فرمود یک گونه ایست که ملائکه هم وقتی میخوان ورود کنن به محیط اونها اجازه میگیرن. عرض کردم تو دنیا ما شیاطین هم از ما اجازه نمیگیرن، تا عمق روح ما میرن و میان برمیگردن، هیچ اذنی از ما نمیگیرن. ولی اینقدر انسان در اون وادی که قرار میگیره ملک پیدا میکنه که ملائکه هم حق ندارن تو ظاهر مملکتت بدون اجازه تو وارد بشن. وقت اصل این ملک کبیر مال نبی اکرمه. شیطان سر این با حضرت دعوا میکنه، یعنی به تعبیر دیگه موضوع درگیری با حضرت ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حضرت همون محسودون ما هستیم، بقیه که چیزی ندارن که حسادت بهشون بشه. این ملک عظیم و کبیری که و بقیه چیزهایی که خدا متعال به این وجود مقدس و اهل بیتش داده، موضوع حسادت ابلیس و جنود او و شیاطین انسه. دعوا سر این مقامی که حضرت داره، یعنی اولیای طاغوت، یعنی دعوا، یعنی حسادت دیگه. اونا می‌خواستن این مقام مال اونا باشه، قابلش هم نبودن. علامت قابل نبودنش هم حسادت است. عنایت فرمودید. و خدای متعال این ملک عظیم رو به حضرت داده، این ملک کبیر. پس این همچین منازعه سنگینی با حضرت دارن. حضرت میخواد بار رسالت رو به مقصد برسونه، همه رو وارد وادی ولایت الله کنه که حاصل ملک عظیم حضرته، همه رو به مقامی برسونه، مؤمنین رو که عالم ملائکه هم تحت فرمان اونا قرار بگیره به اندازه ظرف خودشون، که این اثر ملک کبیر حضرته. حضرت میخواد همه رو توی ملک کبیر و عظیم بیارن، یعنی همه رو به ولایت الله برسونن، همه رو به جایی برسونن که مؤمن در یه مقامی قرار بگیرد که عالم ملائکه هم به یه معنا تحت نفوذش باشه. خب این کار عظیم با یک دشمنی بزرگ مواجهه که دشمنی هم دشمنی ساده نیست که حالا مثلا بخوان فرض کنی سر دنیا فقط با حضرت بجنگن. نه، خیلی عظیم تره مسئله. جریان درگیری ابلیس با نبی اکرم که محور درگیری ابلیس هست، سر ملک دنیا نیست. خیلی مسئله رفیع تر از این حرف هاست. خب حضرت یه همچین بار سنگین رو دوششون بوده، یه تنه خدا فرموده برید کل عالم رو هدایت بکنید، این بتکده رو بشکنید، ویران بکنید، دعوتتون به قلوب برسه. خدای متعال میفرماد الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. ما به شما شرح صدر نداریم که تحمل این بار سنگین بر شما آسان بشه. که عرض کردم سنگینی ها با شرح صدر آسان میشه. و اون بار سنگین شما رو از دوشتون بر نداشتیم، که یه معناش اینه که ببینید بار به مقصد رسید تا اینجا و از دوش شما برداشته شد دیگه، رسید به مقصد، به نتیجه رسید، هم با همه سنگینی ها. فراگیری دعوت. بله، تا اینجا فراگیری دعوت و کنار رفتن حجاب دشمنان و ظاهر شدن حقیقت دعوت و توحیدی که شما دنبال میکردید، هدایت قلوب، اون چیزی که موانع، شیطان مانع بود، اولیای طاغوت مانع بودن، نمیخواستن شما نور بتابید، درست؟ موانع کنار رفت، دعوت شما واقع شد. که حالا وسعت مبارزه از درگیری با حضرت هم در قرآن عرض کردیم، گاهی ذیل آیه نور و ظلمه، ذیل آیه بعد از آیت الکرسی، اینا توضیح داده شده دیگه که حضرت مشکات نورن، اون طرف هم جریان ظلماته. این درگیری عظیمه.
تو این درگیریه که در حدیث عقل و جهل هم یه موقعی دامنش رو عرض کردیم. پس ببینید تو این دامنه درگیری علم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک، اون باری که انقض ظهرک پشت شما رو خسته کرده بود و گویا شکسته بود پشت شما رو، یعنی کمرشکن بود، سنگین بود، این بار کمرشکن و سنگین بودنش مسلم اینو برداشتون از دوش شما. و رفعنا لک ذکرک، این رفعت ذکر که ذکر شما رو رفعت دادیم یعنی چی؟ یک معناش اینه که در روایت هم آمده که نام شما رو در عالم بلند کردیم، شما بلند آوازه شدی در عالم، نام شما هم در بعضی شده. از روایات داره که اذا ذکرتو ذکرته، هر کجا یاد من هست یاد تو هم هست، من این کارو کردم، که نمونش تو اذانه دیگه، در تفسیر علی ابن ابراهیم این آمده که هر وقت شهادت به توحید داده میشه کنارش هم شهادت به نبوت نبی اکرم, نبی اکرم داده میشه. و اینم بدانید که دشمنم با همین رفعت ذکر موافق بوده. حالا نهایت کنید اگر اینجوری معنا کنیم رفعنا لک ذکرک رو، یعنی شما بلند آوازه شدید، گویا نبی اکرم نگران این بودن که آوازه حضرت جهانگیر بشه، میفرماید ما شما رفعت ذکر داریم، بارو سبک کردیم، بلند آوازه شدید. حالا سوال اینه وجود مقدس نبی اکرم نگران رفعت ذکر خودشون هستن؟ قطعا نه. این که اولین قدم تقوا زیل این آیه تلکت دار الاخره نجعل و حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا و العاقبه للمتقین، ما اون سرای آخرت رو قرار دادیم برای کسانی که رو زمین دنبال برتری جویی و فساد نیستن و عاقبت مال متقینه، یعنی اینا متقین، کسی که دنبال برتری جویی نیست، دنبال فساد نیست، این متقی است. حضرت فرمودن ذاک اول و درجه التقا، این قدم اول تو وادی تقوا است که انسان برتری جویی در زمین نداشته باشه. وجود مقدس نبی اکرم که همه مقامات رو طی کردن که دنبال رفعت ذکر خودشون نیستن، که پس نگرانیشون چی بوده از این رفعت ذکر که خدای متعال میفرماید ما به شما رفعت ذکر دادیم. قصه اینه که اگر نبوت نبی اکرم و نام نبی اکرم رفعت پیدا کنه، توحید تو عالم رفعت پیدا میکنه. طریق رفعت توحید رفعت ذکر حضرته و حضرت نگران این هستن که دعوت خودشون که دعوت به توحید است جهانگیر بشه. عنایت فرمودید. بله. ولذا عنایت بکنید در هر جامعه ای، نه فقط در اون دوران، به اندازه‌ای که ذکر نبی اکرم رفعت پیدا میکنه توحید اقامه میشه. میخواد ببینید چقدر توحید اقامه شده، ببینید چقدر پیامبر عظمت داره در این جامعه و حتی در باطن خود انسان. اگر کسی میخواد ببینه چقدر توحید در باطنش اقامه شده، چقدر موحده، باید ببینید چقدر نام نبی اکرم در نظرش رفعت داره. به اندازه‌ای که نام حضرت در نظر او رفعت داره، به اون اندازه این آدم موحده، چون حضرت راه و طریق رسیدن به توحید هستن و اصلا تعظیم ایشون تعظیم خداست. خدای متعال اول قرآن تعلیم فرموده دیگه که سجده بر ملائکه طریق قرب به خدای متعاله. خدای متعال می‌خواست رفعت ذکر بده تو عالم ملائکه، خلیفه رو به مقام قرار بده، در مقام قرار بده که ملائکه سجده کنن. ابلیس هم می‌خواست این اتفاق نیفته. پس رفعت ذکر حضرت اولا مختص به این عالم نیست، حضرت رفعت ذکرش در همه کائناته. دوم اینکه هر کجا به اندازه‌ای که نام نبی اکرم رفعت پیدا می‌کنه، به همون اندازه توحید برپا شده. اصلا امکان نداره توحید بدون نبی اکرم. نه اینکه خدای متعال نمیتوانست این کارو بکنه، طریق احیاء توحید و اقامه توحید رو و رفعت نام خودش رو نام انبیا و اولیا قرار داده، اونا واسطه هستن دیگه، میتونست بدون واسطه اونها توحید رو در عالم به پا بکنه. لذا عنایت بکنید هر دلی به اندازه‌ای که نبی اکرم در نظرش عظمت داره، به اون اندازه موحده. اگر کسی نبی اکرم رو یه آدمی میدونه که عارف بوده و ریاضت میکشیده و مکاشه، این به همین اندازه موحده، بیشتر از این به دین نرسیده. اگر کسی ائمه علیهم السلام در حد امامزاده میشناسه که آدمای خوبی بودن، گناه نمیکردن، نمیدونم یه علومی داشتن، این به همین اندازه موحده. خیال نکنه بیشتر از این میتونه توحید به توحید برسه. یه موقعی شاید عرض کردم که این تکبیراتی که اول زیارت جامع آمده، برای این نیست که ما در زیارت جامع مبتلا به غلو نشیم، برای این است که اصلا انسان تا کبریایی الهی رو در عظمت اهل بیت نبینه، درکی از کبریایی الهی پیدا نمیکنه. نهت فرمودین همه اون چه در زیارت جامع کبیر ذکر شده، مظاهر کبریایی الهی در اینقدر اینا به هم گره خوردن در ائمه علیهم السلام. به اندازه‌ای که شما امام رو میشناسید، کبریای الهی رو درک میکنید، عظمت الهی رو درک میکنید. من عرفکم فقط عرف الله.
اینطور نیست که کسی امام در نزدش عظمت پیدا نکنه، خدا در نزدش عظمت پیدا کنه. این دروغه. این که بعضی‌ها خیال می‌کنن آدم برای تعظیم خدای متعال بعد اهل بیتو کوچک کنه، بله اهل بیت عبد خدا هستن، ولی اگه کسی زیارت ائمه رو در حد زیارت جامعه کبیر نشناخت و عظمت ائمه در دلش رفعت پیدا نکرد، این موحد نیست، خدای متعال در نظرش عظمت نداره. به عکس اون که میگن باید خدای امام کوچک بشود در نظر تا خدا بزرگ بشه، خیال میکنن رقابت است بین این دوتا کبریایی. توجه ندارن که کبریایی امام شعاع کبریای الهی است، چیزی نیست جز اون کبریا. اگر بخوای به کبریای الهی برسی، باید از طریق درک عظمت امام برسی. به اندازه ای که ذکر نبی اکرم رفعت پیدا بکنه، ذکر امام رفعت پیدا بکنه، توحید و ذکر خداوند متعال چه در باطن انسان، چه در جامعه، چه در تاریخ، لذت بکنه. شیطان هم با همین مقابله می‌کرده، می‌خواست نام حضرت رفیع نباشه. خیلی ها نظرش بود خلاص شما پیغمبر این کتاب آوردی بده خودمون بریم آدرس دیگه، یعنی پیامبرشون رو در حد نامه رسون می‌دونستان، می‌گفتن حالا نامه رو می‌گیریم خودمون میریم راه خدا رو، در حالی که این نیست. اینا اصلا موحد نمی‌شن، هم اسمونا کتاب الله. خود حضرت طریقا یعنی چی؟ یعنی اصلا درک توحید از طریق درک انوار حضرت امام صراط دیگه. حالا مودت امام طریق سلوک است، یعنی با این محبت در واقع ما میرسیم. اصلا سلوک جز با درک عظمت امام و تعظیم و مودت واقع نمیرسیم. اصلا مقام صلوات همینه دیگه که عرض میکردیم جعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقنا طهارتا لانفسنا. از سرشت ما تا هدایت ما همه در صلوات خلاصه میشه. صلوات چیه؟ صلوات تعظیم دیگه، اقرار به مقامات. بله تعظیم و خشوع. به اندازه‌ای که عظمت نبی اکرم در دلی تحقق پیدا میکند، به همون اندازه هم اهل صلوات میشه. صلوات انسان به اندازه تعظیم نبی اکرم در وجودشه. لذا کسی که و هر چه انسان بیشتر و بهتر صلوات بفرسته، عظمت نبی اکرم و اهل بیتش در وجود انسان بیشتر میشه. و این طریق عظمت توحیده. پس بنابراین نکته اول که حضرت دنبال نام خودشون نبودند که خدای متعال فرمود ما شما رو بلند آوازه کردیم، دنبال رفعت نام الهی بودند و این از طریق رفعت ذکر خود حضرت برقرار میشه. ببینیم ما دعوت شما رو به یه جایی رسوندیم که تا به حال اسمی از شما نبود کنار نام تو، نام پیامبر آمد. و اصلا توحید هم اینجوری میادا. بت پرستا هم قرآن میفرماید بهشون بگی خدا آسمان رو کی آفریده؟ یا لا یقولن الله، خدا آفریده. این که توحید نیست که. توحید اون چیزیست که خدا به پیامبر عطا کرده و پیامبر بخواد به جامعه عطا بکنه. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. همه مهمان این توحیدن. به اندازه‌ای که شعاع توحید نبی اکرم در دلی میافتد، خداشناس میشه. بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله و محمدون حجاب الله. روایت عجیبی است. همون توحید و معرفت و عبادت خدا به ما واقع می شود و حضرت حجابه، یعنی بدون حجاب حضرت کسی موحد نمیشه. پس ببینید عظمت حضرت عظمت اللهه، مثلا چیزی نیست حضرت که حالا عظمتش در عرض عظمت خدای متعال باشه. ولذا خدای متعال علیه عزب الله رفعنا لک ذکرک، خدای متعال یه بت تو عالم درست کرده در مقابل رفعت خودش، پیامبرش هم رفعت داده خودش یه بت درست کرده، بعد میگه این بت رو نپرستید؟ یا اصلا رفعت ذکر او رفعت توحیده، اقامه توحید. و به اندازه ای که ذکر نبی اکرم در دلی رفعت پیدا میکنه، اون انسان موحد میشه. کسی که تا نام نبی اکرم میاد، همینطور در باب خدای متعال فرمود مؤمن اذا ذکر الله وجلت قلوبه، قلبشون دگرگون میشه وقتی یاد خدا میاد. یاد نبی اکرم اگه دلی رو دگرگون نکرد و در مقابل عظمتش صلوات نفرستادی، مؤمن نیست. روایت صلوات رو دیدی؟ بله بله بله. صلوات یعنی همین، یعنی تا نام نبی اکرم میاد دل باید دگرگون بشه. دگرگون شد در مقابل عظمت حضرت، خضوع کرد و رفعت بسیار خوب. خیلی خوب، نکات خیلی خوبی بود و چقدر خوبه که با توجه به نکاتی که آقای امیر باقری عزیز فرمودند، ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. صفحه 287 قرار امروز ماست، آیات 50 تا 58 سوره مبارکه اسراء در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم شده در بخش بعدی هم همراه شما و خدمت جای عزیز خواهیم بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا
أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج و مشال زندگی هممون منور به نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بزرگوارشون باشه ان شاء الله. حاج امیر باقری خدمت شما هستیم. پس رفعت ذکر نبی اکرم در واقع مسیر و طریقی است برای رسیدن به توحید تا اینجا رسید. بله. و خدای متعال فرمود ما این بار سنگین رو برداشتیم به شما رفعت ذکر یعنی نبوتتون که همون مسیر تحقق توحید و هدف شماست که می‌خواستید توحید محقق بشه این کارو کردیم نام شما رو رفیع کردیم درس کم در روایت داره خدای متعال فرمود هرگاه من ذکر می‌شوم تو هم ذکر می‌شوی از جملهش در اذان اتفاقا اینم عرض کنم دشمنای توحید هم با همین مخالفن یعنی با لا اله الا الله که نبی نباشد امام کنارش نباشه مخالف نیستن عنایت فرمودین اتفاقا اون عرفان کمرنگ یه معنویت مبهمی که بعضی امروز گوهر دین رو به او تعریف میکنه یه معنویت مبهم او با بت پرستی هم جمع میشه عنایت فرمودین با دنیا پرستی هم جمع میشه با الگوهای مادی زندگی بشر و تمدن مادی هم جمع میشه لذا باش مخالف نیستن لذا دیدید الان پرچمداران تمدن مادی هیچ مخالفتی به اون معنویت مبهم و حد اقلی بکنن اونی که مهم است اون توحیدی است کنارش رسول است و دین است و شریعت است و الا اگه اینها نباشه که او یه توحید مبهم میشه یا یک کتابی که هیچ چیزی نداره آدرسش ما خودمون میگیریم راه رو میریم هر جور هم خواستیم تفسیرش میکنیم تعبیرش میکنیم یه شریعت صامته اونی که مهم است این است که این پیغمبر به اندازه‌ای که رفعت ذکر پیدا کنه توحید قامه میشه میفهمد ما این کار رو کردیم بعد البته رفعت ذکر یه معنای دیگه هم داره که بعد عرض میکنه فإنما على العسر يسرا شما می‌خواستید که این بار هدایت به مقصد برسه شفاعت کنید دست مردم رو بگیرید خیلی زحمت کشیدید ولی ببینید إنما على العسر يسرا با این زحمات شما ما چه گشایشی بر شما کردیم
من گمانم این یسر، یسر در مقام شفاعته. حضرت رنج هایی که تو عالم میبرن بعضیش برای مقامات خودشون هست که حالا نمیدونم مثلا عبادت های این دنیای حضرت چجوریه، یه قسمت عمدش برای شفاعته، این که در شکی نیست. و من اللیل فحت تهجد بهی نافلت لک اسو انگب اسک ربک مقاما محمود، اون مقام شفاعت کلی با اون تهجد و شب زندداری حضرت به دست میاد. یه قسمت عمده اینه، بزل مهجته هوفی که لیستن قد عبادک من الجهاله. پس حضرت دنبال این هستن که یه باری از رو دوش امت بردارن و این خیلی سخته بر حضرت، چون حضرت میخوان برسانن، حضرت میخوان گناهکارها تائب بشن، حضرت میخوان مشرکین موحد بشن، این بار رو میخوان که انهون گناه ها رو میخوان حضرت پاک بکنن، درسته؟ یک سلسله گشایش هایی هم که برای نبی اکرم میشه همینه که من تلقی مینه این آیه مبارکه سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خدای متعال برای شما یه فتح آشکاری کرد که گناهان گذشته و آینده شما پاک بشه، مورد مغفرت قرار بگیره. این پیامبر که اسمت کلیه دارن، اصلا گناهیش ترک اولا همیشون ندارن، درسته؟ بله. پس این گشایش فتح در مقام شفاعته. روایت هم داره که این ذنوب حمل ذنوب شیعته، گناهان شیعیان رو دوش کشید، یا حمل ذنوب شیعته، گناهان شیعیان رو دوش حضرت، حضرت قبول کردن که اینا رو مطهرشون بکنن. پس این فتحی که برای حضرت شده فتح مبین، فتح مبین در مقام شفاعته که تطهیر میکنه. لذا نظر مبارکتون باشه در باب عاشورا عرض کردم در گودی قتلگاه فتح مبینی برای نبی اکرم شد که تو این فتح مبین همه عوالم شفاعت میشن، از گناهکار تا اولیاء خدا و انبیا. یعنی این فتح مبین باب توحید رو برای همه گشوده، شرک و آلودگی و قذارت رو از همه پاک میکنه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این فتح در مقام شفاعته. حضرت میخوان دستگیری کنن، خدا متعال فتح الفتوح برای حضرت کرده در مقام شفاعت که شاید مصداق کاملش هم تو کربلاست. حضرت بالاترین بهای شفاعت رو دادن و خدا متعال بزرگترین فتح الفتوح در مقام شفاعت رو که بار همه کائنات باش برداشته میشه. پس بنابراین قسمت اول نگرانی حضرت که انهو نگر، حضرت در آغاز بعثت نگران برداشتن این بار و دستگیری و شفاعت و رسوندن مردم به مقام توحید بودن به خاطر سنگینی بار، یک دو ضعف مؤمنین که چجوری میشه اونها رو به این نقطه رسون که این حقایق توحیدی رو بفهمند و از مراحل عبور بکنند، و دو دشمنان کمربسته‌ای که مقیاس درگیرشون ملک عظیم و ملک کبیر نبی اکرمه، میخوان این ملک کبیر و عظیم نباشد و بست پیدا نکنه تو عالم در جامعه مؤمنین و موحدین. خب این درگیری که حضرت دارن یه قسمت بار و رنجشون رنج شفاعت خدا متعال فهمد، ببینید ما اون بار شما رو به مقصد رسوندیم و در همراه با این سختی ها گشایشی بر شما کردیم که به اصطلاح شفاعت شما آسان شد، فتح الفتوحی برای شما کردیم، یسری برای شما قرار دادیم که بارها سبک شد. خب این تا اینجای آیه، ما کمتر از دو دقیقه فرصت بعد یه تکلیف دیگه رو دوش حضرت میاد، انما مع الاسر یسرا فاذا فرغت فانصب الی ربک فارغب. اصلا فرودگاه سوره این دوتا آیه است که گویا یه تکلیف سنگینی است به پیامبر فهمد، وقتی فارغ شدی از اون ماموریت اول که ما سبک کردیم، ماموریت دوم فانصب، و در این کار هم الی ربک فارغب، رو به پروردگار خودت داشته باش، و غایت این کار هم تحقق باز توحید و رسیدن عالم به توحیده. این فنسب چیست که اینقدر بار سنگینی است رو دوش نبی اکرم؟ البته در روایت معنا شده، یعنی نمازتو که خوندی رها نکن، تعقیبات نماز بخون، درسته این یه مصداقش حتما، ولی اون مصداقی که پیامبر احساس نگرانی ازش میکردن و سختی هایی میدیدن در مسیرش که خدای متعال فرمود ان مع الاسر یسرا فاذا فرغت فانصب، با همون مقیاس ببینیم دیگه. بله بله، اون بار چیست؟ اینه که در روایت داره که فاذا فرغت مأموریتت نبوت انجام دادی فنسب علیا. نمیخوام بگیم فنسب رو فنسب بخونید که زمخشری بگه این چه تصرفیه، نه، تغییر در قرائت نمیدیم. این بار سنگینی که به حضرت میگن دوباره بردار، فنسب چیست؟ این غیر از همین مأموریت که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من. این هم آهنگ نیست که با یه آهنگ دیگه میفهمید، همینطوری که بار نبوت شما رو به مقصد رسوندیم، ادامه راه هم شما باید اوصیای خودت رو نسب کنی، و این خیلی بار سنگینی است، مشکلات فراوانی هم سر راهش است،
ولی فانما الاسره یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغ. خیلی خوب، تا همینجا ما ان شاء الله بعد از این طلب دوستان باشه در جلسه آینده حتما بحث رو پیگیری بکنن. ما وقتمون تموم شد. جای میرباقری خیلی استفاده کردیم از محضرتون، خیلی ممنون، متشکرم از همراهیتون. به اتفاق جای میرباقری از خدمتتون مرخص میشیم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. متشکرم از شما جای میرباقری، عذرخواهی میکنم. السلام عليك يا